عالم هستی یعنی همین طبیعتی که دور ما هست. شما توی این طبیعت انواع فرکانس ها هست، ولی ما فقط یک محدوده کوچیکش رو میشنویم. اگه صوتی باشه، اگه نوری باشه، یعنی الکترومغناطیس باشه، یک محدوده کوچیکش رو میبینیم از بین نور بنفش تا نور قرمز. ما فقط این محدوده رو میتونیم ببینیم، بقیه رو نمیبینیم. یعنی حس ما خیلی محدودتر از اون چیزی هست که توی طبیعت هست. صدا ما فقط از فرکانس 20 میشنویم یا 25 تا 4000، نه بالاتر از اون فرکانس میشنویم نه پایین تر. ولی حیوانات هستن که میشنون، فلذا حس ما خیلی محدوده، عالم حس ما خیلی محدوده. از این یه مرحله بالاتر عالم هستیه. تو عالم هستی خیلی از این چیزا هست، ولی محدودیت دارن باز. به این صورت که مثلا یه چیزی سنگین باشه میره زیر آب، تو ابر اگه بارون تولید شه میاد پایین. اینا محدودیت های این عالم هستی که ما به صورت قوانین طبیعت اینا رو میشناسیم. مثلا سنگ و آهن بزنید به هم جرقه میزنه، اینا قوانین طبیعت. یه عالمی هست بالاتر از این هست که عالم خیاله اسمش. توی اون عالم خیال همه این موجودات هستن، فقط با این فرق که محدودیتی دیگه ندارن. یعنی من که وزن بدنم منو محدود میکنه که روی کره زمین فقط حرکت کنم، در عالم خیال پروازم میتونم بکنم، که خواب توی اون عالم خیال قرار میگیره. خوابایی که ما میبینیم یعنی خواب عالم خیال. عالم خیال عالمی است که همه این اطلاعات ما داریم، بازم همین اطلاعاتی که ما داریم، ولی محدودیت نداره دیگه. هیچ قانونی بهش حاکم نیست. یعنی من تو خواب پروازم میکنم، یهو تو خواب یه گوله میاد از من رد میشه میره، من هیچیم نمیشه، دستم بریده میشه، ولی صبح پا میشه میدونم دستم سر جاش. بالاتر از این عالم خیال عالم عدمه، که دیگه اونجا هیچی نیست، هیچی نیست، ولی همه چی هم از اونجا میاد. هر چی که در این دنیا هست از اونجا اومد، از عالم هست. خب حالا ما الان به این سیستمی که من برای شما خواستم تصویر کنم